سلام و درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مک. امروز تو این ویدیو میخوام خوش شانس‌ترین افراد دنیا و ماجراهای عجیبی که داشتن رو براتون تعریف بکنم که شاید باورتون نشه. مثلا افرادی که تونستن از چنگال مرگ فرار بکنن، افرادی که تونستن گنج پیدا بکنن و افرادی که تونستن در لاتاری ها و قرعه کشی ها برنده بشن، یا حتی کسی که تونست از حمله اتمی ژاپن زنده بمونه. فقط قبل از شروع این ویدیو خیلی ما رو خوشحال میکنید که لایک های خوشگلتون رو بکوبین پای ویدیو، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. شماره 1، آقای فرین سلاک. با خوششانسترین آدم دنیا آشنا بشین. وقتی که صحبت از شانس و خوششانسی میشه، این آقا در صدر جدول قرار داره. چرا؟ چون که تا حالا تونسته 7 بار از مرگ نجات پیدا بکنه و البته یک بار هم برنده یک لاتاری میشه که به عنوان خوششانسترین آدم روی زمین شناخته میشه. آقای فرین سلاک یک استاد موسیقی در کشور کرواسی بود. در سال 1962 آقای سلاک سوار یک قطار بوده که بنا به دلایل نامشخص این قطار از ریل خودش خارج میشه و به درون یک دریاچه یخزده میفته. در این حادثه 17 نفر جون خودشون رو از دست میدن ولی آقای سلاک زنده میمونه و در این حادثه تنها دستش میشکنه و بدنش هم یکم یخزدگی جزئی داشته. یک سال بعد از گذشت این حادثه در یک سفر هوایی در هواپیمایی که در اون قرار داشت از جا کنده میشه و تمام 20 سرنشین اون به هوا پرتاب میشن. در این حادثه 19 نفر از اون 20 سرنشین که به هوا پرتاب میشن بر اساس سقوط جون خودشون رو از دست میدن و تنها آقای سلاک به طرز معجزه آسایی روی یک تپه از کاه و یونجه فرود میاد و این بار هم زنده میمونه و از چنگال مرگ فرار میکنه. به نظرتون یک آدم چطوری میتونه انقدر خوششانس باشه که از رو هواپیما سقوط بکنه و زنده بمونه؟ در سال 1966 سوار یک اتوبوسی بوده که اون اتوبوس به داخل یک رودخونه میفته و در این حادثه 4 نفر جون خودشون رو از دست میدن. ولی باز هم آقای سلاک سلامت از این حادثه میاد بیرون و زنده میمونه. در سالهای 1970 و 1973 این مرد خوششانس دو بار از ماشینی که توسط سانحه رانندگی آتیش گرفته بود نجات پیدا میکنه و فقط دچار سوختگی میشه ولی زنده میمونه. آقای سلاک در سال 1995 با یک اتوبوس شهری برخورد میکنه و باز هم زنده میمونه. و برای بار هفتم و آخر آقای سلاک تلاش میکرد که با کامیونی که از روبرو در حال نزدیک شدن به اون بود برخورد نکنه. ماشین اون از مسیر اصلی منحرف میشه و سلاک از ماشین به بیرون پرتاب میشه و روی یک درخت فرود میاد. اون شاهد هستش که چطوری ماشینش به عمق 300 متری برخورد میکنه و به عمق دره میره و نابود میشه. و اینطوری بود که این آقا 7 بار از چنگال مرگ به طور معجزه آسایی فرار کرد و زنده بود. اما این باز هم پایان خوششانسی های اون نبودش. این مرد خوششانس در سال 2003 و زمانی که 74 سال سن داشته برنده یک بلیت بخت آزمایی میشه و 1,000,000 دلار رو برنده میشه. اون با 1,000,000 دلار یک ویلای لاکچری میخره و 2 سال در اون زندگی میکنه تا اینکه بعد از 2 سال اون ویلا رو میفروشه و پولش رو بین خانواده و دوستانش تقسیم میکنه. نظرتون راجع به خوششانسترین آدمی که تا حالا روی زمین زندگی کرده چیه؟ شماره 2، کوین هیلیر. شاید تا حالا شکارچیان گنج رو دیده باشین که با استفاده از دستگاه‌های فلزیاب به امید پیدا کردن گنج به ساحل میرن و دنبال پیدا کردن اشیاء گرانبها و قیمتی هستن. کوین هیلیر یکی از اون شکارچیان گنج بود که در سال 1980 بزرگترین کشف خودش رو با یک دستگاه فلزیاب انجام داد. اون یک طلای خوب پیدا کرد و ارزش اون بیشتر از 1,000,000 دلار بود. شماره 3، اندرو جکسون که یکی از رئیس جمهورهای آمریکا هم بوده و عکس اون پشت اسکناس‌های 20 دلاری آمریکا هم هست. اندرو جکسون در یک بار 2 بار خوششانسی آورد. کسی که میتونست تبدیل به قاتل این فرد بشه به اون حمله کرد و با اسلحه به اون شلیک کرد. اما اسلحه‌اش درست عمل نکرد و بلافاصله یک اسلحه دیگه کشید که این بار هم اسلحه دوم کار نکرد.
که چنین چیزی فقط احتمالش 1 در 125,000 هست که دو تا اسلحه همزمان کشیده بشه و شلیک بشه و هیچ کدومشون کار نکنه. به نظرتون این شانس بوده یا یک معجزه؟ شماره 4، تسوتوما یاماگوچی. این ژاپنی از معدود بازماندگان بمباران هسته‌ای ژاپن توسط آمریکا بود. تسوتوما در سال 1945 هنگامی که حمله هسته‌ای رخ داد در هیروشیما کار می‌کرد. اما خوش شانس بود و زنده موند. کمی بعد از بمباران هسته‌ای ژاپن به خونه‌اش در ناکازاکی رفت و در روز 9 اوت همان روز که این شهر تحت حمله هسته‌ای قرار گرفت به محل کارش بازگشت و در کمال تعجب و شگفت‌انگیز بودن این ماجرا، تسوتوما در هر دو بمباران هیروشیما و ناکازاکی جون سالم به در برد و زنده موند. انفجار هسته‌ای باعث صدمات اولیه به گوش و بینایی اون شد و در نهایت مبتلا به سرطان شد و بعدها تسوتوما به یکی از حامیان ممنوع بودن سلاح هسته‌ای پیوست. شماره 5، جوان گینتر. برنده شدن در قرعه‌کشی شاید سخت باشه، اما قطعا برای این خانم خوششانس نه، چون اون 4 بار برنده چند جایزه چند میلیون دلاری شد و در مجموع 20 میلیون دلار برنده شد. بسیاری از افراد فکر میکنن که اون به عنوان یک ریاضیدان میدونه که چجوری شانس خودش رو در بازی افزایش بده. ولی خب برجهت هر چی که باشه، اون یکی از خوششانسترین آدمای روی زمینه. شماره 6، جولیان کوپکه. جولیان کوپکه تنها بازمانده ای از 92 مسافر و خدمه پروازی هست که سال 1971 در جنگل‌های پرو سقوط می‌کنه. جولیان کوپکه به طرز معجزه‌آسایی از اون سقوط هواپیما زنده می‌مونه و به مدت 9 روز سرگردون در جنگل‌های پرو بود تا اینکه بالاخره پیدا می‌کننش و نجات پیدا می‌کنه. و این دختر 17 ساله بعد از گذروندن 9 روز در جنگل موفق میشه که به یک گروه برسه و نجات پیدا بکنه. و شماره 7، لنا پلسون. این خانم در حیات باغچه‌اش مشغول چیندن سبزی‌هاش از باغچه‌اش بود که به چیزی خورد که انتظارش را اصلاً نداشت. در اونجا دور یک هویج حلقه‌ای بود که اون سالها قبل گم کرده بود و لنا پلسون موفق شد بعد از 16 سال حلقه عروسی که گم کرده بود رو دوباره پیدا بکنه. خیلی ممنون از نگاهتون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک های خوشگلتون رو بکوبین پای ویدیو، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این کار ساده بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.